تمام روز کجا بودی؟ فکر میکردم میدونی و یادت نرفته، اما مثل اینکه پاک فراموش کردی و یادت رفته. چی شده لیلا؟ سر خاک مامانم رفته بودم، امروز سالگرد وفاتش بود، اما انگار جز من کس دیگه ای خبر نداشت. دوست داری از کدوم برند باشه؟ بگو که بخرم. من الان دارم در مورد مامانم حرف میزنم، بعد تو داری از ویولون میگی بابا؟ میدونی بابا، من خیلی خیلی خسته شدم. از چی خسته شدی؟ از اینکه ادای آدمای خوشحالو در بیارم، از بازی پدر و دختر خوشحال. این بازیه؟ نیست بابا، من وقتی ویولون میزنم همش با درد و غم میزنم، دردام غمام با سازی که میزنم یکی میشه بابا. میدونی چرا؟ واقعا میدونی چرا؟ چون من دیگه نمیتونم تنهایی رو تحمل کنم، دارم زرج میکشم. چرا نمیخوای اینو بفهمی بابا؟ میدونی من چرا ویولون میزنم بابا؟ میدونی چرا؟ چون که اونو اینجوری تو بغلت میگیری و بعدش اینطوری میزنی. ببین بابا، خوب ببین بابا، با دقت ببین الان چیو داری میبینی. من وقتی ویولونو تو بغلم میگیرم، انگار تو رو تو بغلم میگیرم. وقتی ویولونو میگیرم فکر میکنم دوستام تو بغلم، من نقش بازی میکنم، اونم نقش پرنسسای خوشبخت رو بازی میکنم، ولی نمیشه، اصلا نمیشه، نمیشه بابا. من وقتی مامانم رو میخوام کنارم نیست، اون ازم خیلی دوره، همیشه یه چیزی نیست، یه چیزی ناتکمیله بابا. منو درک میکنی بابا؟ این رفتار چه معنی داره؟ یعنی نفهمیدی؟ همین چند دقیقه پیش زمرد به خاطر من جونشو به خطر انداخت، اما تو اونو ناراحت کردی، مهمون منو ناراحت کردی. تو از جون این دختر چی میخوای؟ در واقع اینا باید بگن که از ما چی میخوان. زمرد ازت ناراحت شده، اگه امروز من میرم دانشگاه همش به خاطر اونه، به لطف اون جنابالی پسر دوست داشتنی بابام یوسف جون. تو چی داری میگی دمیر؟ الان بهت میگم مامان، وقتی که بابام از تو فرار میکرد و سرش توی کار خودش بود، همش لج میکردی، این وسط یه نفر دیگه هم بود که داشت از بین میرفت. میدونی؟ میدونی من همیشه مشکل تو بودی، همیشه تنهایی از تو بود، همیشه درد و غم و رنج و نمیدونم تو همش تو. مامان و پسر به جون همدیگه افتادن، اوف از دستشون. دیدی آخر زمرد کار خودشو کرد. یه نگاه به دور و برت بنداز، منم اینجا هستم، ببین منم اینجا مامان. از زمرد باید معذرت بخوای، فهمیدی چی میگم؟ چی؟ ببخشید به خاطر چی؟ معذرت بخوام؟ در واقع اون باید از من معذرت بخواد. مامان برو بیرون، نمیخوام چیزی بگم که ناراحت شی. به اندازه کافی قلبمو شکوندی، هنوزم میتونم تحمل کنم، ادامه بده. مامان برو بیرون. دمیر کجا میری؟ دست از سرم بردار مامان.
هولم بدین. پدر و پسر، ببینم آخرش به کجا میرسین. سب کن. کیراس؟ مامان چی شده؟ کیراز نیست. اینجا اومدیم که حسرت‌های چند سالمون رو تعریف کنیم. تو این وقت کم نمیدونم چقدرشو میتونم تعریف کنم. تو چی میتونی تعریف کنی؟ من حرفی واسه گفتن ندارم. سه یا چهار کلمه. فقط همه بچه هام، چهار تا بچه هم، هر شبم فقط چهار دعا میکنم، چهار نیت. همش هم اینقدر، دیگه چیزی نیست. چقدر زیاد خوابیدم، کلن شب شد. باز دیگه چته؟ هانده، هانده، حالت خوبه؟ هانده چی کار میکنی؟ دیوونه شدی دختر؟ کمک کنین! تو چته دختر؟ کمکم کنین! این کارا چه معنی داره؟ این آدم میخواد منو بکشه! کمکم کنین! تو را خدا! تو دیوونه شدی دختر؟ تو چت شده؟ چی کار میکنی؟ بلم کن! کمک کنین! چی شده؟ این کارا یعنی چی؟ آقای پلیس، کمکم کنین! این میخواد منو بکشه! آره همینجاست، بهتون آدرسو میدم. واحد فولیا پلاک شماره 10. کمکم کنین! چی کار میکنی؟ نکنین کار هانده! عجله کنی برات بهتره. این دومین حمله ی تو به منه. فرار کن. واقعا عقل تو از دست دادی. احمق آشغال، من رفتم. ایلماس جونم، به زودی خبر خوشی بهت میده. احساسم همینو میگه. باز که داری مشروب میخوری؟ نه، هیچ چیزی رو شروع نکردم. امروز یه روز خاصه، واسه همین میخورم. فکر کن ببین، بعد از 10 سال جدایی تموم شد. به سلامتی تو میخورم. مبارکت باشه. چرت و پرت نکن. تو از خود بی خود نشدی، برو بخواب. اوه به خدا، احساس میکنم دیواره رو قلب من وایستادن. برم به پلیس خبر بدم. مامان تو این استانبول بزرگ چطوری پیداش کنی؟ من پیداش میکنم. مامان صبر کن، کجا میری؟ دختر جون،
تو کجا بودی؟ ها بگو دیگه. مامان آروم باش. تو ساکت. چرا اینقدر سر به هوایی دختر؟ تو کجا رفته بودی؟ این خونه آتیش گرفته بود، داداشت کم بود بسوزه، تو میخوای قلب منو بسوزونی؟ مامان خواهش میکنم. قلب تو من سوزوندم. من سوزوندم. چرا همیشه من مقصرم؟ به خدا میگیرم میکشم. تو با من زبون بازی نکن. بکش مامان بکش. تو هم نجات پیدا کنی منم نجات پیدا کنم. چون که من هر کاری بکنم بازم راضی نمیشی. چی کار کنم؟ کجا برم؟ اصلا نمیتونم. من دارم واسه خودم تلاش میکنم اما تو نمیبینی. مامان تو منو فراموش کردی. کیروزم ببین، بچه‌تم که رفت، همه‌تون از من فرار میکنین. من چه بدی در حقتون کردم؟ بس دیگه. بس دیگه سفگی. اینقدر چرت و پرت نگو سفگی. تو چیز دیگه بلد نیستی بگی ها؟ من به خاطر تو از خودم متنفر شدم. به نظر تو مسئول این وضعیت تو منم؟ در صورتی که اگه یه بار خودتو تو آینه ببینی میفهمی که دلیل این وضعیتی که داری فقط خودتی، فقط خودت. من نمیتونم خودم رو تو آینه ببینم چون که از خودم خجالت میکشم. وقتی تو آینه خودم رو میبینم، یه زن بیچاره رو میبینم که مثل سگای ولگر تو خیابونا به تو آویزون شده. واسه همین نمیتونم تو آینه نگاه کنم. تقصیرها رو نمیندازم گردن دیگران. اشتباهه، خیلی اشتباهه. من همیشه به فکر مشکلات خودمم. اینکه چرا چاق شدم، دارم پیر میشم، تو صورتم چین و چروک پیدا شده، همه اینها. همیشه ناله و شکایت میکنم، با خودم میگم این کارو نکنم، اما باید شرابو ترک کنم. سعی میکنم منظم باشم. آره، یه وقتایی آره، گاهی منظم میشی اما خیلی زود تغییر میکنی یا بازم به روز اولت برمیگردی. نمیفهمم چرا. چرا منو دوست نداشتی الماس؟ ها؟ با این وجود چرا با هم ازدواج کردی؟ به خاطر اینکه بابا میخواست؟ به خاطر اینکه وفاداری تو به بابام ثابت کنی؟ این کار خودخواهیه. البته اگه تو حرف بابامو قبول نمی کردی، نمی تونستی جواب وجدان تو بدی، بی وفا می شدی. تو ترجیح دادی زندگی یه زن رو تباه کنی ولی بی وفا به نظر نرسی. آره، حالا به من نگاه کن ایلماز. ببین، خوب به این زن بیچاره نگاه کن. ببین که به خاطر بی محبتیات این زن به چه روزی رسیده. حالا وجدانت راحته؟ ها؟ وجدانت واقعا را؟ دستتو بکش. من به محبت تو نیازی ندارم. تو باید خیلی وقت پیش دستتو به من میدادی، باید محکم میگرفتیش. اگه یک کمی منو دوست داشتی، این دوست داشتن تو مثل صدقه به من نشون نمیدادی.
ای کاش دستم رو میگرفتی. از افتادن نه، از جایی که قراره بیفتم میترسم. ازت معذرت میخوام. منم. میری خونه؟ آره. با آقا بلال در مورد جدا شدن کارامون حرف میزنی؟ نه. خوبه. پس شب بخیر. همچنین. چرا وایسادی؟ برو دیگه. باشه میرم. ای بابا، مگه این خیابون مال باباته؟ خب باشه، تا صبح همینجا بمون، همینجام بخواب. کاری نکن پیادشم. تو فکر میکنی من به فکر آبجیت هستم و تو رو فراموش کردم؟ آره؟ فراموشت نکردم دخترم. به محبتم شک نکن. تو سنت کمه، نادونی. من متوجهم به چی فکر میکنی عزیزم. سعی نکن تو راههایی بری که توشون گم میشی. اگه فراموش کنی که کی هستی یا از کجا اومدی، خودتو گم میکنی. چون درستش هم همینه که آدم اصل و نسبشو فراموش نکنه و یادش بمونه. ما یه خونوادیم و تا زمانی که من زنده هستم تو این خانواده هیچ کس فراموش نکنه که بچه منه. فهمیدی؟ حرفایی که الان میخوام بزنم و من باید 25 سال پیش بهت میگفتم، اما نتونستم. واسه این که بهت آسیبی نرسه یا تو بی کس و تنها نشی، نتونستم این کارو بکنم. منتظر موندم، گفتم شاید به وقتش درکم کنی. منتظر موندم، گفتم شاید از نگاهام، از پسرم صدا کردنم بفهمی. یه لحظه صبر کنین. چیو باید میفهمیدم؟ وقتی اون زن تو رو تو بغلش گرفت، قلبم آتیش گرفت. قلبم آتیش گرفت. این کارو نکن پسرم. این کارو نکنی امی.
یه دفعه به حرفام گوش کن. ها؟ باشه، میدونم از من ناراحتی عزیزم، خیلی ازم ناراحتی، اما یه بار گوش کن چی میگم. درسته من تو رو به دنیا نیوردم، جنت تو رو به دنیا آورده، اما منم تو رو تو قلبم جا دادم، برات مادری کردم، مگه غیر از اینه یمی؟ ها؟ زود باش به هم بگو این کارو نکردم. چند ساله که به من نگفتی پسرم؟ حرف بزن دیگه، منو ول کردی، میتونی با اونام همین کارو کنی؟ ها؟ حرف بزن. تو از هیچی خبر نداری، نباید قضاوت کنی. تو حالا به حرفای اون زن باور میکنی یا حرفای منو دروغ میدونی؟ به هر کی که باور میکنی باور کن، مهم نیست. دیگه جلوی چشمم نیا. تا زمانی که عقلت نیومده سر جاش با من روبرو نشو. یمین جون، پسرم تو کجایی؟ نصف شب شده. تو با من چیکار کردی؟ من با تو چیکار کردم؟ راستش میگم چیزی نگم ولی نمیشه. یمین قربون شکل ماهت برم، چشم آهویه من، این وقت شب توهم زدی؟ چرا منو دزدیدی؟ Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem, sen üzülme, sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme, ben hala kaşlarının altında her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. Annem, annem, sen üzülme.
تو ناراحت نباش. خب من عصبانی بودم، یه چیزی گفتم دیگه. درسته صدامو بردم بالا. خب تو تا این وقت شب کجا بودی؟ نگرانت شدم ای بابا. خب خسته شده بودم مامان، رفتم بیرون. بعدش میدونی چی شد؟ راه خونه رو گم کردم. داداش تو تنها گذاشته بودی، گوشیتم خاموش بود. خب شارژ تموم کرده بود. وقتی اونو تو اون حال دیدم دیوونه شدم، دست و پامو گم کردم. ای بابا، مامان عزیزم این حرفا رو نزن دیگه. خب حالا که اینطوره مامان همیشه دعواش کن. مثل این که خیلی خوشت اومده ها. چرا خوشم بیاد دیوونه؟ معلومه. دیگه این کارو نکن دخترم، من خیلی نگرانت شده بودم. خانم بزرگ، خانم بزرگ، مت پسرم تو کجایی؟ مت تو کجایی؟ جمیله، جمیله، جمیله. بلال نتونستم پسرم رو پیدا کنم. این بچه کجاست؟ چند دقیقه بعد سرویسش میرسه. جمیله. بلال مرد کجاست؟ اگه دوباره میخواین شما دوتا منو اذیت کنین اعصابم خراب میشه. مرد این حرفو نزن جمیله. باید به حرف من گوش بدین. چند دقیقه بعد سرویسش میرسه، هنوز صبونش رو نخورده. بلال اگه میدونی به هم بگو. مرد کجاست؟ پسر ما مرده جمیله، مرده. تو رو خدا با من شوخی نکن بلال. پسر من مرده همینطوره؟ حرف مفت نزن. تو حالا شنیدی کسی به بچهش بگه مرده؟ مرد؟ پسر ما مرده جمیله، مرده. نمیخوام این حرفو بشنوم. اون دیگه نیست. گفتم نگو. مرده. نگو، نگو، بهم دروغ نگو. نگو، خواهش میکنم نگو. نگو، نگو، نگو. شاید شوخی میکنه، حتما یه جایی قایم شده. مرد؟ پسرم تو کجایی؟ مرد کجایی؟ مرد؟ قدم به قدم به مرگ نزدیک شدی ایلماز، قدم به قدم به مرز مرگ میرسی، اما نمیمیری ایلماز. هرچی درد تو دنیا باید ببینی، اما نمیذارم بمیری. خیلی دلت میخواد که بمیری، اما نمیمیری. موفق نمیشی، دقیقا مثل من. نمیذارم به آسونی بمیری. گونش، زود باش پسرم، برو برام یه لیوان آب بیار. برو. من میارم. نه نه، پسرم میره برام آب میاره، زود باش برو دیگه. یالا. دخترم، من یه فکر بکری دارم، اما نمیدونم خوبه یا نه. چی شده مامان جون؟ واسه کوتاه کردن موهای گونش، واسه راضی کردنش البته، اما نمیدونم راضی میشه یا نه. خب چه فکری داری ماما؟ خانم بزرگ در رو باز کن. خانم بزرگ،
خانم بزرگ در باز کن، حرف میزنیم. در رو بستی که چی بشه؟ میخوام حرف بزنم. مجبورم نکنین در رو بشکنم. میدونم رو نداری با هم حرف بزنی. تو با من چیکار کردی ها؟ یالا در رو باز کن. شبتون بخیر. شما مدیر مدرسه هستین؟ ها، من چند تا سوال داشتم. من یه پسر دارم، اسمش گونشه. میخوام ثبت نامش کنم. میشه بگین برای ثبت نام چه چیزایی لازمه؟ ها، میدونم شرایط خاص داره. میشه بگین چه شرایطی؟ غذاشو باید بخوره؟ بله. بعدش باید بخوابه، موهاشم کوتاه کنه؟ خب. موهاش بلند باشه قبولش نمی کنین؟ خوبه، فهمیدم. من با پسرم باید حتما حرف بزنم. درسته، وقتی باهاش حرف زدم حتما با شما تماس میگیرم. باشه، خیلی ممنون. شبتون بخیر، بعدن میبینیم. دیدی چی گفت؟ قانونش همینه. خب مامان، مدیر مدرسه چی گفت؟ گفت که باید موهاشو کوتاه کنه، بعدش بیاد مدرسه ثبت نام کنه. شنیدی که؟ خب فردا میریم موهاشو کوتاه میکنی. نه نمیشه گونش، خودت باید تصمیم بگیری. یعنی اگه میخوای بری مدرسه. آی، عصبانی شد. اوف، حالا من چی کار کنم؟ مامان جون آروم باش، بالاخره قبول میکنه. یعنی انقدر زود نمیشه. خب اگه به من هم بگی بیا بریم موهاتو کوتاه کنیم، نمیام، چون باید فکر کنم دیگه مامان. آره، حق با توه. میدونین چیه؟ تقصیر خودم گذاشتم موهاش بلند بشه. داداش یمینم هر وقت میخواست موهاشو کوتاه کنه گونش گریه میکرد، اونم منصرف میشه. آره عزیزم، خب داداششو دیگه، خیلی پسر با وجدانیه. کلن به خودمون رفته، فامیلای باباش اینطوری نیستن. امروز یکی از دوستام گفت که تو مامانت زنده است. گفت سعی و سلامته، خدا بهش عمر طولانی بده. منم همش دارم فکر میکنم این دعا حق کدومتونه؟ حق توه یا حق جنت خانومه؟ شاید خدا دعاشو حق هر دوتون بدونه. چرا اسم منو یمین گذاشتی؟ قسم خورده بودی که به جنت خانم نگی؟ ها؟ این که قسمو بشکنی گناه داره، نه؟ گناه داره. خب حالا چی میشه؟ فیصل پول خودشو گرفت و برگشت روستا. بالاخره یکی رو پیدا کرد که بره دنبالش. ما چی کار کنیم؟ من چی کار کنم؟ اینجا بمونم یا با تو برگردم روستامون؟ ها؟ چی کار باید بکنم؟ وقتی ماردین بودم استانبول خیلی جای غریبه ای بود. الان موندم، من به کجا تعلق دارم؟ کلن گیج شدم، نمیدونم باید کجا برم و چی کار کنم. تو با من چی کار کردی؟ چی کار کردی؟
دادنش. تو موهاتو کوتاه کردی؟ واسه این که بری مدرسه خودت موهاتو کوتاه کردی؟ آره؟ الهی قربونت برم عزیزم، انشالله میری مدرسه و یه آدم مفید و خوب واسه کشورت میشی عزیزم. دخترم معرفی میکنم، مرد خونه ما. ای پسر خوشگل من. به خاطر این دختر مامانتو ناراحت میکنی؟ مامان بذار تو حال خودم باشه. دهنتو باز کن، چی کار میکنی ها؟ خجالت نکش بگو، چون کار بابات هم همینه. ما چی کار میکنیم؟ ما چی کار میکنیم مامان؟ قبل از اینکه به اونا فکر کنی که چی کار میکنن، بهتره حواست به کارهای خودت باشه. کمرم خیلی درد گرفته. اینجا رو جمع کن، اونجا رو جمع کن. ای بابا. آبجی، قهوه درست کنم میخوری؟ میخورم، میخورم. میدونی منو کارای خونه نه، یه چیز دیگه خسته میکنه. دعواهای اینا. دعواهاشون رو نوبته. اول آقا ایلماز، بعدش آقا دیمیر. سیفکی که اصلا ساکت نمیشه، هر دقیقه دنبال دعواست. یه دقیقه نخور. استغفرالله، چی شده؟ میخوام بذارم تو فضای مجازی با آبجی زلفی قهوه بعد از خستگی. تموم شد؟ میتونم قهوه‌مو بخورم؟ بخور بخور. خیلی خوشمزه شده، دست درد نکنه. نوش جونت. آبجی، ها، میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ به چی؟ پول داری درد سر داره. پول داشته باشی ولی آرامش نداشته باشی چه فایده؟ اصلا اینطور نیست. اینا استفاده کردنشو بلد نیستن. آقا دیمیر، چیزی میخوای؟ دنبال بابام میگردم. شما دیدینش؟ نه. نه؟ خوبه، شبتون بخیر. شب شما بخیر آقا دیمیر. اول با مامانش دعوا میکنه، بعدش یاد باباش میفته. آسین، یه چیزی بهت بگم، یه حسی بهم میگه آقا ایلماز پنهونی یه کارایی میکنه. استغفرالله آبجی، گناهشو نشور. این خط، این نشون، باز ببین. ماشاءالله هنوز سالم و تندرسته. پولم که داره. خب میاد خونه، زن دیوونش، بچهش از اون طرف. راستش همش فرار میکنه میره. چی کار کنه دیگه؟ بیچاره همش خیابونا رو گشت میزنه. تو همینطوری فکر کن، اما اینطوری نیست. ببین، مردی که از خونه در میره، میره بیرون، فکر کردی آخرش چی میشه؟ چی میشه؟ تمام شهر و تمام خیابونا رو بالا و پایین میره و میگرده، بعدش میره پیش یکی که آرومش کنه. مردی که فراری باشه حتما این کارا رو میکنه. آی آبجی، چی داری میگی این وقت شبی؟ ها، من دیگه باید برم آبجی، دیگه داره دیرم میشه. ببین صبح زود بیا، یا دیر نکنی. باشه آبجی، باشه. به مامان بزرگم گفتم که مامان بزرگ، گفتم اون منو فراموش کرده و رفته. مامان بزرگم به هم نگاه کرد و گفت اگه میخواست تو رو فراموش کنه، زخم مار کبرا رو با خودش نمی برد. دستتو بکش، من به محبت تو نیازی ندارم. تو باید خیلی وقت پیش دستتو به من میدادی، باید محکم میگرفتیش. اگه یک کمی منو دوست داشتی، این دوست داشتن تو مثل صدقه به من نشون نمیدادی.
مامان 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 خوابیدی؟